وقت شما بخیر، همراه ما هستید در ایندیپندنت فارسی و گفتگو با آقای رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی از لندن. درود بر شما جناب تقی‌زاده، ممنون که دعوت ما را قبول کردید. وقت شما خوش، منم سپاسگزارم برای دعوت. قربانش. بفرمایید که تحریم صدا و سیما و برخی افرادی که در اون شاغل هستند چه تبعات قانونی و قضایی برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی و روند فعالیت‌های برون مرزی این مؤسسه خواهد داشت؟ میدونید که این تحریم‌ها بیشتر جنبه حقوق بشری داره. بیشتر تحریم‌هایی که اروپا یا آمریکا اعمال می‌کنند علیه شرکت‌هایی است که قبلا یا مورد تحریم قرار گرفتند و یا اعمال تحریم‌ها در وضعیت موجودشون خیلی اثر نمی‌گذاره. ولی این بار تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا گذاشته به دنبال تحریم‌های نسبتاً مشابهی که هم آمریکا هم بریتانیا علیه صدا و سیما اعمال کردن، لندن علیه پرس تیوی جمهوری اسلامی اعمال کرده بود، میتونه تبلیغات خارجی جمهوری اسلامی رو از طریق رسانه‌هایی که در اختیار داره بسیار تحت تاثیر قرار بده و این شبکه‌های فعالی هستن مثل العالم و یا پرس تیوی که همونطور که گفتم دفترش در لندن تعطیل شده یا هیسپانا و همینطور شبکه‌های فارسی زبانی که جمهوری اسلامی با استفاده از ماهواره‌ها اون رو در بقیه دنیا پخش میکنه. جمهوری اسلامی سالانه حدود 150 میلیون یورو و یا بیشتر از این فقط هزینه های ارزی است که خرج تولید این برنامه ها و اجرای این برنامه ها میکنه و البته از سوی دیگه این اهمیت هم قابل ملاحظه است که بعد از اعمال این تحریم ها مبادلاتی که شرکت های اروپایی آمریکایی با تلویزیون ها و رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی یا صدا و سیما دارن قطع میشه و این علت بایستی که انتظار داشته باشه این تحریم ها اثر جدی به بخش روانی جنگی داشته باشه که جمهوری اسلامی خودشو آلوده در اون با دنیای خارج میبینه. بله، و اما روی هم رفته، به نظر شما کلیت تحریم هایی که تا الان وضع شده بر علیه جمهوری اسلامی در مورد مسائل مربوط به برجام و الان در مورد این اعتراضات اخیر چقدر واقعا میتونه جمهوری اسلامی رو محدود کنه در حاکمیتی که داره در ایران انجام میده؟ نه، واقعا تا به حال هیچ تأثیری نداشته، برای اینکه اکثر این تحریم ها تحریم های آبکی بودن. اگر اروپا، سه کشور بزرگ اروپایی و همینطور آمریکا و قدرت‌های آسیایی واقعا بخوان جمهوری اسلامی رو زیر فشار قرار بدن، ابزارهای بسیار نیرومندتری در اختیار دارن. جمهوری اسلامی در همین حال حاضر روزانه بیش از 600 یا 700 هزار بشکه نفت صادر میکنه که اگر واقعا آمریکا و اروپایی‌ها و همینطور شریکای آسیایی اونها میخواستن میتونستن یا از راه توافق و یا اعمال زور جلوی اعمال این صادرات رو بگیرن. هنوز نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی در خارج فعال هستند. به این لب می‌بینیم که نه در برنامه اتمی نه در رفتارهای حقوق بشری جمهوری اسلامی اعمال این تحریم‌ها کمترین تأثیری تا به حال نداشته. بله، درسته. و اینکه در نهایت اتحادیه اروپا ممکنه چطور میتونه روابط سیاسی و دیپلماتیک خودش رو با ایران محدود کنه و به این وسیله ایران رو تحت فشار قرار بده؟ یه الگو وجود داره. وقتی که خانم زهرا کاظمی حدود 19 سال پیش در ایران به دست مامورین جمهوری اسلامی در زندان به قتل رسید یا بیمارستان زندان، کانادا روابط خودش رو با جمهوری اسلامی قطع کرد و سفیر کانادا رو از تهران احضار کرد. الان این ضایع کردن حقوق بشر، زیر پا گذاشتن حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، اعدام کسانی که فقط تغییر حکومت رو میخوان و هیچ سلاحی جز زبونشون ندارن، به حدود صدها نفر رسیده. هزاران نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. اگر واقعا اتحادیه اروپا و آمریکا قصد داشتن جمهوری اسلامی رو به راه بیارن، خیلی براشون ساده بود به عنوان زیر پا گذاشتن، ضایع کردن موازین روشن حقوق بشر، نمایندگان خودشون رو از تهران احضار بکنن. البته کمیسیون تحقیق سازمان ملل که به زودی بایستی که گروه کار خودش رو شروع به کار کرده ببینه، میتونه با انتشار بیانیه‌ای که بعد از اعمال تحقیق‌ها انجام شد، اروپایی‌ها و آمریکا رو در وضعیتی قرار بده که احضار سفراشون از تهران اجتناب ناپذیر باشه. ولی تا به حال اونها اقدام به این کار نکردن، در حالی که هیچ نیازی به داشتن دلیل قوی‌تر از اونچه که امروز وجود داره نبوده و نیست. به نظر شما روی هم رفته اراده‌ای وجود داره از نظر جوامع اروپایی و آمریکا حتی که این اقدام انجام بشه و در نهایت جمهوری اسلامی بایکوت بشه؟
مردم ایران فشار قابل ملاحظه‌ای علیه دولت‌های خارجی اعمال کردند در طول 3 ماه گذشته، علیه اروپایی‌ها، علیه آمریکایی‌ها، و اینها سیاست خارجی کشورهای اروپایی و آمریکا رو تحت تأثیر قرار داده. وقتی ما می‌بینیم که دولت آمریکا خودش رو ناگزیر می‌بینه به جای ادامه تلاش باطل برای احیای توافق اتمی، به دنبال مسائل حقوق بشری خودش رو وابسته می‌بینه، یا اروپایی‌ها در مورد همین برنامه اتمی سیاست متفاوتی اتخاذ میکنن، این در نتیجه فشار مردمه. فقط فشار داخلی ایران میتونه افکار عمومی رو در جوامع اروپایی و آمریکا و از طریق افکار عمومی مردم اروپا و آمریکا تاثیرگذار در رسانه‌ها و از این طریق، یعنی تاثیرگذاری روی رسانه‌های خارجی، تاثیرگذاری در سیاست خارجی کشورهای دیگر رو تدریجا در جهتی قرار بدن که منافع ملی ایران رو، مردم ایران رو تامین میکنه. در حال حاضر این وضعیت وجود نداره، ولی باید امیدوار باشیم با ادامه اعتصاب‌ها، با ادامه اعتراض‌ها، این هماهنگی کشورهای اروپایی با منافع مردم ایران، با حقوق عادی مردم ایران صورت بگیره. خیلی متشکرم آقای تقی‌زاده از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و ممنون از شما که در این گفتگو با ما همراهی کردید.